4 سال قبل اینجا مرز سیرکان در شهر سراوان سیستان و بلوچستان. مسیر سوال و بورس و نیسان حامل سوخت قاچاق مسیر رفته را برمی‌گردد. گفته می‌شود مردم بومی از روی فقر به این کار روی آوردند. این جوان شانس آورد که خود رو روی سرش هوار نشد. با جون خودش بازی میکنه، با خون خودش بازی میکنه، میخواد یک لقمه نون بخوره. یک سال بعد نیسان‌های درگل فرو رفته سوخت و این بار در جازموریان کرمان. آبان 98 دولت به یک بار تصمیم به گرانی بنزین یا آنگونه که روحانی میگفت واقعی سازی قیمت بنزین گرفت تا جلوی قاچاق سوخت را بگیرد. افزایش 3 برابری بنزین اعتراضات گسترده آبان ماه را در پی داشت. بعد از گذشت 3 سال از این تصمیم هنوز از 4 گوشه کشور خبر قاچاق سوخت به کشورهای مجاور به گوش می رسد. مشک‌های بنزین روی نیسان‌های آبی سوار شدند و این صفه در حال انتظار سوختکش‌ها نشان از عمق فاجعه می‌دهد. هر چیز میرسن به مناطق حالا جنوبی یا شرقی، اینا با هم میشن کاروانی دیگه رد میشن. با کاروان خیلی سخته، چون قوانین انتظامی هم قوانین جوری هست من استفاده از سلاح، چون جرم اینا جرمی نیست که بشه به طرفشون تیراندازی کرد. و همین دلیل اینا وقتی که کاروانی باشن هم نیروی امنیتی رو رعایت میکنه که خدای نکرد اینا همه خودشون هر کدوم یه بمب متحرکه که اگر اتفاقی بیفته مجموعه با آتش کشیده میشه و خطرناک. کرمان یکی از گلوگاه‌های اصلی قاچاق سوخت است، مثل سیستان و بلوچستان، کردستان و یا حتی قزوین. کجا سوختگیری کردی؟ زرند کرمان. بله. چند لیتر زدی؟ 300 تو. روند قاچاق سوخت در کشور افزایشی بوده. مسئله فقط فرق نیست، بحث سر پول است و میزان ریسک. اگر کسی که بار اول گرفته بشه تا بار سوم هیچ موردی نداره، از بار سوم به بعد میشه قاچاقچی حرفه‌ای و اون موقع میره به دادگستری، تا اون موقع توی تعذیرات حکومتی. سرنخ ماجرا همینجاست. قاچاقچی سوخت تا قبل از اینکه 3 بار بازداشت نشود پایش به زندان باز نمی شود. دروازه‌ای که نه پرایدو 450 مزدا بلکه الاغ‌ها را نیز وارد این بازی کثیف کرده. این نمایی از الاغ‌های کشته شده به جرم حمله سوخت است. ویدیویی که اگرچه دادستان سیستان و بلوچستان آن را مربوط به سال 94 می داند، اما شواهد گویای این است که قیمت این حیوان در سراوان این استان به دلیل آنچه بومیان قاچاق سوخت می نامندش به بالای 15 میلیون رسیده. یک سر این ماجرا قوانین است، اما آتش بیار این معرکه دلار است. دلار همچون یک چریک زبرده است کل این سیستم را تغذیه می کند. این بمب های متحرک لب مرز پاکستان به ازای هر لیتر بسته به کیفیت بنزین بین 1 تا 1.03 دلار معامله می شوند. با دلار فرزینی یعنی 40,000 تومان پول بادآورده به ازای هر لیتر. پولی که بر صف مشتاقان این تجارت سیاه افزوده و حتی قاچاقچیان تریاک را هم با یک تغییر سمت به سمت قاچاق سوخت کشانده. برای دیدن ویدیوهای ما در یوتیوب کانال ما را سابسکرایب کنید.